درود بر همراهان عزیز و یاران همیشگی کانال آوای ایران به این برنامه شبانگاهی خوش آمدید. در این بسته خبری با دو موضوع بسیار مهم در خدمت شما هستیم. خبری فوری، کشته شدن فرمانده بلند مرتبه سپاه توسط اسرائیل، جمهوری اسلامی از داخل و خارج از کشور ضربه می‌خورد. و اعتراف وزیر بی رژیم به قدرت مردم اعتراضات 1401 توافق با آمریکا را برهم زد اما قبل از مشروع این اخبار تصاویری ببینید از شجاعت مردم انقلابی ایران که با کنش های انقلابی خودشون در حال آماده شدن برای خلق ای دیگر در روز 25 شهری بر ماه هستند بنر انقلاب محسا صبح 5 شهری و یادتون نره دو 6 زار۴2 سیننوشته راورد شیراز کوهستان دراک سر خاک جاوید نام. محمد حسن ترکمان که به شلی که گلوله جمهوری اسلامی به شهادت رسید زن زندگی آزادی به نام آزادی ایران نابودی جمهوری اسلامی مردم شریف ایران نوید افکاری oh, خبری فوری کشته شدن فرمانده بلند مرتبه سپاه توسط اسرائیل جمهوری اسلامی از داخل و خارج از کشور ضربه میخورد در حالی که مقامات رژیم و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی با نگرانی و دستپاچگی خاصی در حال آماده شدن برای سهمگین ترین اعتراضات 44 ساله گذشته مردم ایران هستند، هر روز یک خبر تلخ برای سپاه نظام را در شک فرو میبرد در همین ارتباط، سهیل رستمیان فرمانده سپاه ابوالفضل شهرستان بهارستان واقع در استان تهران از کشته شدن یک پاسدار سپاه پاس استورا به نام یحیی رستمی در سوریه خبر داد. رستمیان روز دوشنبه 13 شهریور در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با تایید خبر کشته شدن این فرمانده سپاه در سوریه گفت که مراسم تشییع یحیی رستمی فردا شنبه برگزار می شود. به گفته فرماندهی فرمانده سپاه ابوالفضل یحیی رستمی به عنوان مدافع حرم در سوریه حضور داشت. گفته شده این پاسدار که نقش فرماندهی در عملیات سپاه قدس در استانهای شمالی سوریه را بر عهده داشته توسط موساد شناسایی و در حملات روزهای گذشته ارتش اسرائیل به سوریه هدف قرار گرفته و کشته شده است در هفته های گذشته بنیامین نتانیاهو بارها مستقیما رهبران جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده بوده و به آنها اعلام کرده بود که به زودی جواب سختی از جانب ارتش اسرائیل خواهند گرفت در همین ارتباط و در حالی که تقریبا تمام مردم ایران این نکته را دریافتند که فقط می توان بر روی قدرت خود مردم حساب باز کرد و این رژیم در نهایت به دستان مردم ایران سقوط خواهد کرد روزنامه آمریکایی فاکس نیوز در مقاله اختصاصی خبر از پلن سری ارتش اسرائیل بر علیه مواضع سپاه و جمهوری اسلامی پرده برداشته است در این مقاله آمده اسرائیل به آمریکا و فرانسه هشدار داده که در صورت عدم حمایت جامعه بین المللی به تنهایی علیه ایران اقدام خواهد کرد شبکه خبری فاکس نیوز در گزارشی با استناد به اطلاعات فاش شده اعلام کرده که اسرائیل در تدارک حمله به ایران است. در این گزارش آمده که تصمیم برای اقدام احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران بعد از نشست‌های محرمانه میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، مسئولان ارشد وزارت دفاع و سرویس های اطلاعاتی اسرائیل اتخاذ شده است. امیر آویوی، ژنرال برجسته اسرائیلی و بنیانگذار مجمع امنیت دفاعی اسرائیل در این خصوص می گوید که کشورش اجازه هستهی شدن را به ایران نخواهد داد. وی در گفتگو با فاکس نیوز تصریح کرد از آنجا که ما شاهد ادامه پیشرفت بدون مانع برنامه هستهی نظامی ایران با غنیسازی در سطح تسلیحاتی هستیم، اسرائیل هم آماده اجرای گزینه نظامی خود می شود. یک شبکه محلی در اسرائیل موسوم به کانال 12 در گزارش بدون نام بردن از منابعی که به آنها استناد کرده از برپایی نشستای محرمانه میان نخست وزیر و مقامات دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل به همراه رئیس موساد برای بحث در خصوص حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داده است اسرائیل مدت هاست که نسبت به پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی می کند. در ذی خبر این گزارش که حکایت از تدارک حمله احتمالی دارد میتواند بخشی از یک پروژه با برای وادار کردن متحدان غربی به اقدامی جمعی به جای تنها گذاشتن اسرائیل در تقابل با ایران باشد به گزارش تلگراف این کشور به ایالات متحده و فرانسه هشدار داده که در صورت عدم حمایت جامعه بین المللی به تنهایی عمل خواهد کرد بنیامین نتانیاهو روز سهشنبه در کنفرانسی با موضوع امنیت ملی گفت تنها چیزی که تا به حال کشورهای سرکش را از تولید تسلیحات هسته‌ای باز داشته تهدید یا اقدام نظامی معتبر بوده است وی تاکید کرد شرط ضروری و اغلب کافی در این میان اقدام نظامی معتبر است هرچه بیشتر منتظر بمانید شرایط سختتر می شود ما تا به حال خیلی صبر کرده ایم در همین ارتباط برخی رسانه های اسرائیل گزارش دادهاند که اسرائیل و آمریکا رزمایش مشترک خود را با شبیه سازی حمله به سایت های ایران برگزار می کنند و در جریان این رزمایش پاسخ به حمله های موشکی از چند جبهه علیه اسرائیل را تمرین خواهد کرد. کانال دوازده تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل و آمریکا قرار است در ماه آینده یک سری تمرینات نظامی مشترک برگزار کنند. یکی از این رزمایش ها حمله شبیه سازی شده از سوی اسرائیل و آمریکا علیه تاسیسات هسته ایران خواهد بود. این کانال تلویزیون اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه گفت که شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران و تمرین پاسخ به یک حمله موشکی چند رپی از برنامه های این رزمایش است. بر اساس این گزارش، شرطش آمریکا تعداد زیادی پدافند ضد موشکی پاتریوت و سایر سامانه‌های های رهگیر موشکی را برای این رزمایش به اسرائیل خواهد آورد. با این حال نیروهای دفاعی اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. پیشتر نیز آمریکا و اسرائیل در ماه‌های گذشته تمرین‌های مشترک دو جانبه ای را برگزار کردند. در جریان این تمرین‌ها سناریوهای نبرده هوایی از جمله حملات به عمق خاک دشمن، دستیابی به برتری هوایی در فضا و دفاع سایبری در برابر انواع تهدیدات شبیه‌سازی شد. ارتش اسرائیل گفته که این رزمایش‌ها ادامه با همکاری های عملیاتی بین ارتش های اسرائیل و آمریکا است. آمریکا در هفته های اخیر نیروهای نظامی از جمله تفنگداران دریایی و جنگنده های نیروی هوایی خود در منطقه خلیج فارس را نیز افزایش داده است. اعتراف وزیر بی سواد رژیم به قدرت مردم اعتراضات 1401 توافق با آمریکا را برهم زد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با روزنامه اطلاعات که شنبه 11 شهریور منتشر شد توضیح داد در ماهای متوالی گفتگوهایی انجام شد و نتیجه گفتگوها داشت ما را به توافقی نزدیک می کرد. واقعا در چند قدمی توافق بودیم شاید اگر اختشاشات پاییز سال گذشته با مداخلات خارجی وز را به شکلی که مشاهده شد برای مدتی رقم نزده بود در برجام گامهای نهایی را برداشته بودیم وی

آمریکایی ها و اروپایی ها هم دچار خطا در تحلیل شدند و فکر کردند واقعا در ایران کودتا شده و انقلاب جدیدی رخ داده است اما آمریکایی ها زودتر از سه کشور اروپایی آلمان انگلیس و فرانسه فهمیدند که خبری نیست و این اتفاقات و تحریکات و بسیج رسانه ای که علیه ایران شکل گرفته نتیجه ای نخواهد داشت لذا زودتر تلاش کردند برگردند ولو اینکه در دشمنی خودشان برای اینکه از این آب گلالود بگیرند حداکثر استفاده را در آن مقطع کردند امیر عبدالهیان توضیح نداد اگر آمریکا و دولت‌های اروپایی متوجه خطای خود شدند چرا برای احیای برجام قدم پیش نگذاشتند وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا کرد گفتگوها با طرفین دیگر برجام روی کاغذ آمده و سندی معروف به سند سپتامبر بین جمهوری اسلامی و طرفین مقابل آماده است وی اعتراف کرد که صرف نظر از اینکه تحولات تاثیر گذاشت و تو افق ما را به طویق انداخت بخشی از این تحولات اختشاشات سال گذشته بوده و بخش دیگر جنگ اوکراین بود طرفای مقابل هم به دنبال این بودند که از این فرصت ها استفاده تا شروطی را به ما تحمیل کنند اما واقعا به هیچ وجه از خطوط قرمز عبور نکردیم امیر عبداللهیان سپس مدعی شد که مسیر دیپلماسی را هیچ وقت نبستیم دقیقا همان زمان که طرف های آمریکایی میگفتند که امروز برجام برای ما اولویت ندارد و نگاه ما در ایران به کف خیابان است همزمان به ما پیام میدادند که آماده که به نتیجه رساندن برجامیم پیام دیپلماتیکشان به گونه دیگری بود به همین دلیل بارها در پاییز سال گذشته گفتم آمریکایی ها دست از ریاکاری بردارند مگر می شود در مسیر دیپلماتیک پیام رسمی بدهید و بگویید برای که آماده ایم ولی در رسانه بگویید که اصلا اولویت من مذاکره نیست اولویت من برجام نیست این از رفتارهایی است که آمریکایی ها داشته و دارند و برای ما کاملا شناخته شده است وزیر خارجه جمهوری اسلامی با اصرار روی ادامه مذاکرات با آمریکا با اشاره به طرحهای عمان و تلاشهای قطر برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن گفت اکنون روی میز دو سند داریم یک سند در مورد آزادسازی پولهای ایران که امیدوارم طی دو سه هفته آینده این پولها با روندی که پیش می رود و فعلا در مسیر درست قرار دارد به حساب مورد نظر بانک مرکزی وارد شود به هیچ وجه موارد مصرف این پول ها موضوع نفت در مقابل غذا نخواهد بود اما کالاهای تحریمی و دو منظوره شامل حال توافق ما نیست وی بار دیگر تاکید کرد برجام از روی میز برداشته نشده هنوز به نقطه ای نرسیدیم که بگوییم برجام در دستور کار مذاکره ما نیست و از دستور کار خارج شده است بله برجام حتی در دوران جانانه اش هم خوب کار نکرد اولین کسی که برجام را نقض کرد شخص آقای اوباما بود بعد رئیس جمهوری غیر متعادلی مثل ترامپ آمد و آن تصمیم را گرفت و آن اقدام را انجام داد امیر عبداللهیان در بخش دیگری از مصاحبه خود توضیح داد ما هیچ دستور و لملی مبنی بر اینکه برجام را از روی میز برداریم نداریم و به طرف آمریکایی به سراحت پیام دادیم که تغییرات محتوایی در سند سپتامبر را هم نمیپذیریم در توضیحاتی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد سند سپتامبر داده اشاره به محتوای آن نشده اما به نظر میرسد مواردی در آن مربوط به همان تفاهم نانوشته میان رژیم ایران و آمریکا باشد که به معامله ها در ازای آزاد شدن 6 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران منجر شد. یاران و همراهان گرامی به پایان آخرین بسته خبری امروز از کانال آوای ایران رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه و نظراتتون رو در قسمت کامنت های این ویدیو برای ما بنویسید. شب بر همگی خوش پاینده ایران.